آن هستش. جوامع خلاقانه دارن پیشرفت میکنن، جوامع خلاق روز به روز داره ظاهر میشه، ظهور پیدا میکنه و این جوامع خلاق یک ذهن کاملا جدید رو در اختیار بازاریابان قرار میده، ذهنی که مبتنی بر نقش غالب هست، نقشی که بتونه تأثیر غالب رو روی روح و احساس مشتریان بگذاره. ظهور طبقه خلاق در جوامع باعث میشن که این طبقه خلاق بتونه هم در جایگاه خریدار و هم در جایگاه فروشنده پیشنهادات جالب و اقدامات جالبی رو رخ بده. در دنیای کنونی جوامع فقیرتر جوامعی هستند که از بابت خلاقیت در سطح پایینی قرار دارن. بحثمون بحث بازاریابی هست، ما با مباحث دیگه‌ای کاری نداریم، ولی از منظر بازاریابی جوامع فقیر جوامعی هستند که فکر خلاق ضعیف‌تری دارند. این جوامع جوامع بازاریابی هست. بازاریابانی که فکر خلاق کمتری دارند، بازاریابانی که روح و احساس مشتریان رو نشناختن، بازاریابانی ضعیف و فقیر هستند. انسان‌های متفاوتی در جوامع وجود داره. باید با فکر خلاق بازاریابانمون بتونیم به تفاوت انسانها نقش بدیم. در جوامع کنونی با توجه به ظهور سیستم خلاق خودشکوفایی‌های مختلفی وجود داره. با توجه به ویژگی‌های جوامع و با توجه به تصورات مشتریانمون و تصورات بازاریاب‌هامون از همدیگه ارتباطات میتونه ارتباطات قدرتمندی باشه و بتونه یک شکوفایی در فرایند ارتباط بین مشتریان و خریداران باشه. همونطور که پرم کلاسیک مازلو میتونه تغییرات و بروز شدن و شکوفایی افراد و سیستم انسان رو به ما نشون بده، بازاریابی هم داره با اون پیشرفت میکنه، یک شکوفایی جدیدی به وجود میاد. در این عصر خلاق و بازاریابی روح انسان، تأکید فقط روی مسائل مادی نیست، تأکید روی مسائل غیر مادیه. ما بیشتر از میزان فروشمون، فکرمون بیشتر همراه کردن مشتریانمون با خودمونه. هر چقدر بیشتر از جوانب غیر مادی مشتریان خودمون رو با خودمون همراه بکنیم، تضمین کننده فروش ما هم خواهد بود. ظهور دانشمندان و هنرمندان در جوامع باعث میشه که سیستم ارائه تغییر پیدا بکنه. سیستم ارائه بیشتر با روح انسان و احساسات اونها ارتباط برقرار کنه. روندهامون رو به رشد هستن، روندهامون روز به روز داره پیشرفته تر میشه، روز به روز داره بیشتر شخصیت‌های انسان رو شناسایی میکنه و ابعاد جدیدی از شخصیت‌های انسانی رو روشن‌تر میکنه. و در این بین مدل‌های تجاری مختلفی که در جوامع وجود داره، مدل‌های تجاری که با توجه به خصوصیات یک صنعت، با توجه به خصوصیات یک محصول و با توجه به خصوصیات مشتریان تقاضا کننده میتونه در اختیار بازاریابان قرار داده بشه. و در نهایت ما میتونیم بازاریابی نسل سوم رو یک بازاریابی مشارکتی، فرهنگی و روحی و احساسی در نظر بگیریم. این بازار
quên, thái rau rồi là lại nữa luôn.